اگر همین فردا اعلام کنند که جمهوری اسلامی به پایان رسید باز هم چندین سال وقت لازمه تا این ملت به قرار رفته رو به سطحی رسوند که با شعور سیاسی و اجتماعی نرمال بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرند این کار ممکن نخواهد بود جز تلاش شبانه روزی برای فرهنگسازی و پاکسازی گند و کسافتی که فرقه تبهکار در نهاد افراد جامعه تضریق کرده رضاشاه بزرگ و آریامهر بزرگ بیش از پنج دهه پدرانه و دلسوزانه خون دل خوردند و زحمت کشیدند تا بتوانند لیاقت ملت ایران را به حدی برسانند که از هر لحاظ پذیرای مشروطه باشند ولی افسوس که با یک دسیسه جهانی و خیانتهای بیشمار داخلی تمام این زحمات خاندان پهلوی به باد رفت و اکنون باید درست مانند روزی که قاجار منقرض شد بر روی تمام جوانب زندگی ایرانیان سالها کار شود تا روزی در این کشور حکومت مردم بر مردم به معنای واقعی تحقق یابد تا روز تک تک ما ملت ایران نباید بیکار بنشینیم و هر کس باید انسانسازی را از خود شروع کند تا روند رسیدن ایران به آزادی و سربلندی سرعت یابد. پاینده ایران جناب رئیسی، پیام واقعیت های امروز جامعه ایران چیست؟ چهل و سه سال است از, از متن مملکتداری دور شده و بیشتر در فضای حاشیه سیر و سلوک داریم. جناب رئیسی، آمریکا، چین و روسیه از توسعه یافتگی ایران ترس دارند و بر همین اساس ایران شبیه توپ پیمپون در بازی های آنان دست به دست می شود. به عنوان مثال جنگ، تحریم و انواع و اقسام مشکلات این چنینی را تحمیل کردند و ایران نیز ناخواسته در زمین آنها و برای دفاع از موجودیت خود بازی هایی کرد که هیچ سودی برای منافع ملت نداشت. جناب رئیسی قدرت های جهانی درک و شناخت درستی از پیشینه تمدنی و فرهنگی و همچنین ثروت طبیعی مملکت مثل نفت و گاز و غیره دارند بر همین اساس فضایی ایجاد کردند که حکمرانان نیز سهل الوصول در دام آنان گیر بیفتند تا منابع طبیعی ایران به جای اینکه هزینه رشد و توسعه چند وچوی مملکت شود صرف هزینه های غیر شود و اکنون شرایط بگونه ای شده است که اکثریت ملت ایران توانایی اداره یک زندگی آبرومند را ندارند. جوانان مملکت امیدی به آینده خود ندارند. جناب رئیسی، آیا متوجه هستید به همان نسبتی که هزینه زندگی در ایران بسیار گران شده، به همان نسبت نیز هزینه مردن هم گران شده است؟ چنین واقعیتی روح و روان اکثریت ملت را مچاله کرده است. جناب رئیسی به دلیل موجودیت سروت های طبیعی مثل نفت، گاز و غیره مثل عروسی هستیم که توامان غرب و شرق خواستگار هستند و سالهاست ایران با گفتن نه به غرب و بله به شرق در فضای مناقشات آنان گیر کرده و واقعیت موجود ایجاد شده است. نکته تحصفگیز این که این عروس روز به روز در حال پیر شدن است و به در حال از دست دادن قدرت زایش خود است. جناب رئیسی، قدرت های بزرگ بلایی سر ایران اند که در شرایط حال حاضر بدون کمک آنان نمی توانیم روی پای خودمان بیستیم. جناب رئیسی، واقعیت ها را هر چند تلخ باید پذیرفت. چه اشکالی دارد گاهی به مبدع مسیر حرکت و مقصد شک و تردید کرد؟ شاید واقعا کاسه زیر نیم کاسه باشد و قصد و نیت قدرت های جهانی دوشیدن ایران و کشورهای منطقه است. جناب رئیسی چین و روسیه عاشق چشم ابروی ایران نیستند. به عنوان مثال چین چه بلایی سر اقلیت مسلمان کشورش آورد؟ پس باید پذیرفت سفت و سخت به دنبال منافعشان هستند و اگر روزی ایران برایشان سود و منفعتی نداشته باشد سهل الوصول دورمان خواهند انداخت جناب رئیسی سوال مهم و کلیدی این است برای اینکه به رشد و توسعه واقعی برسیم و همه ملت ایران منفعت ببرند چه روش و منشی باید اتخاذ کرد روش و منش گذشته که ایران را به نقطه امروز رسانده است پس چرا از دام آنان خود را رها نمی کنیم؟ جناب رئیسی بپذیرید قدرت های بزرگ در حال سوء استفاده از ایران هستند و چیدمان شرایط بگونه است که این تصور برای حکمرانان باقی مانده است که فقط آنان نجات دهنده وضعیت امروز هستند و حتی چنین دیدگاهی از سوی برخی حکمرانان باعث شده که مردم را هم فراموش کردند و آنان را غریبه به حساب می آورند و روز به روز تصور اشتباهشان این است که فضا باید خودی تر شود و نتیجه این خودی و غیر خودی کردنها باعث شده که اکثریت ملت روابط متقابل و موثری با حکمرانان ندارند و نکته مهمتر این که تصور خوبی هم از آنان در ذهن اکثریت وجود ندارد. جناب رئیسی در چنین شرایطی دست ملت نرمتر و گرمتر از دست قدرت است که فکر می کنیم ما هستند. هزار دست بیرونی قدرت یک دست نرم و گرم ملت را ندارد. نکته پایانی اینکه همان دست گرم و نرم آمریکا، انگلیس و غیره بود که پهلوی را به زیر کشید. دستهای چین و روسیه هم از جنس همان دست هاست. اگر مادام عمر بودن مسئولیت در حکومت را ام فساد بدانیم، اگر انحصار صدا و سیما را دارای بزرگترین نقش در ایجاد تکصدایی و انصداد در جامعه بدانیم اگر دخالت نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی و انتخاباتی و فرهنگی و غیره را فاجعه بدانیم اگر فقدان استقلال قضایی را باعث تبدیل شدن دستگاه قضا به ابزار سرکوب مخالفان حاکمیت بدانیم اگر برای مردم هیچ نقش و شراکتی در حکومت قائل نشویم و این مسئله را باعث کاهش مشروعیت نظام و افزایش مخاطرات امنیتی برای ایران و ایرانی بدانیم اگر تزمینی برای انتخابات آزاد نداریم و نظام حزبی و نظام انتخاباتی کشور با هم نسبتی ندارد به اصلاح قانون اساسی میتوان این مشکلات را به نفع مردم حل کرد و تحول مثبتی در کشور ایجاد نمود مطمئن باشید تنها راه اصلاح کشور اصلاح قانون اساسیست. است. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردین. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.